همه ما در زندگی می خواهیم به جایی برسیم و پیشرفت داشته باشیم. با دیدن ویدیوهای انگیزشی و یا مطالعه کردن کتابهایی که به ما انگیزه می دهد، به این نتیجه می رسیم که باید پیشرفت کنیم و نسخه عالی از خودمان را تشکیل دهیم. در این را عده‌ای از ما کامیاب می شه، اما عده زیاد پیشرفت نمی کنن. خسته می شن و جا می زنن. اما دلیل چیست؟ چرا عده کم به پیشرفت نائل می شود و بقیه دوباره به همان چرخه عادات که هیچ فایده ای نداره دوباره گیر می کنند؟ جمله از انتونی رابینز است که می گوید اگر همان کار را انجام دهید که همیشه انجام می دهید، همان چیز را خواهید داشت که همیشه داشته اید. یعنی تا کارهای تکراری و عادتهای تکراریتان را از بین نبرید، هیچ زمان پیشرفت نخواهید کرد. اما مهمترین عامل هایی که مانع پیشرفت ما می شه چیست؟ در این ویدیو با کمک از سخنان انتونی رابینز یا همان مربی معروفه که به سلطان انگیزه معروف است، می پردازیم به عامله که مانع پیشرفت ما می شود. دوستان عزیز، برای اینکه این توصیه های طلایی آقای رابینز را فراموش نکنید، حتما قلم و کتابچه بردارید و این توصیه ها را که برایتان می گویم یادداشت کنید تا ازش در راستای پیشرفت استفاده کنید. اول، مشکلات خودتان را مشخص کنید، اما قدرت و انرژی خود را روی راه حل ها متمرکز کنید. زیادتر وقتها میبینیم که انسان هایی هستند که مشکلات خیلی بزرگتر دارند، اما خیلی ساده و آسان از پسشان برمیآیند. و بعض اوقات شاید برای ما اتفاق افتاده که با وجود که مشکلات خیلی کوچکی داریم، اما آن مشکلات انرژی کل روز ما را به خود صرف میکند. و یا زمانی میبینیم که اینقدر غرق آن مشکل شدیم که یادمان میرود راه حل نیز وجود دارد. انسانهای موفق برای پیشرفتشان روی راه حل ها متمرکز میشند، هرچند مشکلاتشان خیلی بزرگ باشه، چون میدانند که فکر کردن روی مشکلات و سردر آوردن از آن به هیچ جایی نمیرسه، فقط و فقط باید راه حل را پیدا کرد. با گفته آقای رابینز، افراد موفق 5% از وقتشان را به مشکل فکر می کنند و 95% از وقت خود را برای پیدا کردن راه حل صرف می کنند. و همچنان تونی رابینز می گوید تنها افرادی که مشکل ندارند کسانی هستند که در گورستان خوابیدند. آیا شما هم از جمله افراد هستین که تمام فکر و ذکرتان را بروی راه حل بروی مشکلات متمرکز می کنید؟ اگر که هستید در کامنت برای ما بنویسید و اگر از این گونه افراد نیستید حتما باز هم برای ما کامنت بگذارید تا ما راه حل های درست را با شما شریک سازیم. دوم، انسان های موفق سوالات بهتر می پرسند و در نتیجه پاسخ های بهتری نیز می گیرند. انسان هایی که می خواهند پیشرفت کنند همیشه دنبال راه چاره هستند و کنجکاو هستند. و از آنجایی که به چالش های روبرو می شوند، همیش به دنبال حل مسئله هستند. به خاطر رفع این چالش ها از دیگران کمک می گیرند و همیش سوالاتی که در ذهنشان مطرح شده و یا به آنها سر خوردن در حال یافتن جواب برایشان می شوند. یک ضرب المثل است که میگه کسی که سوال می پرسه شاید برای لحظات نادان باشد، اما کسی که هرگز سوال نمی پرسد تمام عمر نادان می ماند. و سخن زیبای تونی رابینز است که می گوید زندگی یک هدیه است و به ما برتری، فرصت و مسئولیت عطا می کند که با تبدیل شدن به چیزهای بیشتر چیز را پس بدهیم. پس برای پیشرفت در زندگی حتما سوالهای مهمی که در زندگی دارید را بپرسید و هیچ وقت از سوالهایتان نهراسید و خجالت نکشید، چون بی سوال و کنجکاوی پیشرفت نیز امکان پذیر نیست. سوم، برای خود محدودیت تعیین نکنید. تمام محدودیت هایی که دارید آنهایی هستند که خودتان برای خود ایجاد کردید. دلیل این حرف رابینز این است که هیچ وقت در زندگی خود را محدود به کسی یا چیز نکنید. محدود ساختن خودش یک مانی بزرگ پیشرفت است. فرض کنید که شما به عکاسی علاقه دارید و می خواهید یک کامره بخرید، اما با سالها پس انداز نمی توانید به آن برسید. اما می توانید با گوشیتان عکاسی کنید و از فضا و خاطرات به یاد ماندنیتان تصویر داشته باشید. هیچگاه خود را محدود به چیز در زندگی نکنید.
یک جمله زیبایی است که تنها آن بهانه هایی که برای نداشتن چیز در زندگی می تراشیم دلیل است که نمی توانیم آن را داشته باشیم. هیچ زمان خودت را محدود به چیز نکن. و چهارم، ترس از شکست خوردن. رابینز می گوید مهم نیست که چند بار شکست بخورید یا به آرامی پیشرفت کنید. شما هنوز هم از افرادی که تلاش نمی کنند بسیار جلوتر هستید. افرادی که شکست می خورند بر آنچه که انجام دادند تمرکز می کنند و افرادی که موفق می شوند برای احساسی که در پایان راه خواهند داشت تمرکز می کنند. هیچگاه نگذارید که ترس از شکست مانع پیشرفتتان شود، چون که شکست خود کلید پیشرفت است. در این بخش هم میپردازیم به ده جمله زیبای دیگر از تونی رابینز. پاداش چیزی که در خلوت تمرین میکنید را در بین عموم دریافت خواهید کرد. وقت شکرگزار هستید، ترس ناپدید شده و فراوانی نمایان میشود. کیفیت زندگی شما به اندازه کیفیت روابط شماست. درآمد شما نتیجه وضعیت اقتصادی یا صنعت نیست، بلکه نتیجه استانداردهایی است که دارید. متحد شوید به توانستن، بهبود مداوم و بیپایان. جایی که در آن تمرکز وجود دارد، انرژی جریان می‌یابد. هیچ روح برتر نیست که آمیزه ای از دیوانگی و جنون را در خود نداشته باشد. در زندگی افراد زیاد می دانند چه کار باید بکنند، ولی افراد کم هستند که دانسته هایشان را به کار می گیرند. دانستن کافی نیست، باید دست به عمل بزنید. چیزی که به طور مداوم انجام می دهید زندگیتان را شکل می دهد، و نه چیزی که هر از گاهی انجام می دهید. وقتی می توانید یک زندگی فوق‌العاده داشته باشید، چرا یک زندگی معمولی در پیش بگیرید؟ افرادی که در بالاترین سطح به موفقیت رسیدند، خوششانس نبودند، بلکه چیزهایی را متفاوت از سایرین انجام می دادند. جاه طلبان نسبت به کسانی که از بلند پروازی بیزارند به حسادت نزدیک ترند. و همچنان در انتها برایتان پیشنهاد می دهم سخنان و جملات ارزشمند وین دایر که پندهای زیبایی را برایتان تقدیم می کند حتما از کانال ما ببینید. تا ویدیوی بعد شما را به خداوند یکتا می سپارم.